به شما عزیزان از گوشه دیگر در اروپا سلام میگویم. در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، در هر کجا که هستید آرزوی روزگار خوشی رو برای شما دارم و امیدوارم تا این لحظه رو حتی المقدور و در صورت امکان با شاددلی گذرونده باشید. چون همیشه نگاهی میاندازیم در این شماره از برنامه نیز بر مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه رو که مربوط میشه به ایران و مردم ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. اختلافات داخلی در حکومت جمهوری اسلامی بیانگر چیست؟ آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی از ستونهای اصلی حکومت فقیه گفته و واکنش های جناح روبرو در برابر سخنان آقای رفسنجانی، سخنان قابل تأمل آقای صادق زیبا کلام و طرح این پرسش که چه کسی ما را مأمور نابودی اسرائیل ساخته است و تأکید بر این گفته که آنان که دیروز می گفتند تحریم ها اثری ندارد، امروز خواستار لغو فوری تحریم ها و همه تحریم ها به طور کامل شدند. آن سوتر خشک سالی در راه است در ایران و بیش از 20 کشور دیگر جهان. واشنگتن پست می نویسد در ایران جدال بر سر آب در چشمنداز قرار دارد. خبر تأسف انگیز دیگر در اوضاع کنونی، مرگ یک پلنگ کمیاب دیگر ایرانی در اثر بیکفایتی مسئولان محیط زیست در حکومت فقیه در ایران. و سرانجام آنچه که آقای محمد رضا شجریان، استاد بزرگ آواز و موسیقی ایران، درباره وضعیت موسیقی سنتی و کلاسیک ایران در جمهوری اسلامی گفته است. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر در استودیوی مرکزی ایران فردا لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار، و در ترکیه آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در همین آغاز از شما عزیزان پوزش میخوام، اگر در خلال برنامه نقایص فنی میبینید، دیروز گفتم امروز هم اشاره میکنم، در سفر بودن خب مشکلات خودشو داره، اما نخواستم که در سفر که هستم ارتباط من با شما عزیزان قطع بشه. با امکاناتی که یک مسافر میتونه باشه از این طریق با شما هستیم و طبعاً دوچار نقایصی خواهید بخشید. سلام میگم به آقای محمدی عزیز. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و گرامی و جناب شکوری. واقعا این سفر که شما گفتین، واقعا آدم وقتی مسافرت همین حالت ها پیدا میشه، ولی دریغا این دریغا رو برای خودم میگم که در لندن بیشتر تشریف نداشتین که بتونیم در خدمتتون باشیم. به هر حال سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خدمت جناب شکوری و
شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. خب آقای محمدی عزیز، یک زمانی چینی ها میگفتن، به خیلی ها نسبت دادن، و بعد میگفتن انگلیسی ها میگفتن که خورشید در امپراتوری ما غروب نمیکنه. در امپراتوری محبت و بزرگواری شما هم خورشید غروب کردنی نیست و ما هر جا که باشیم در قلمرو محبت و بزرگواری شما هست. به هر حال مشتاق دیدارتون هستیم. باز آقای شکوری گرامی، سلام به شما ماجر عزیز. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای محمدی گرامی و بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم در هر جای دنیا که هستن. آقای محمدی عزیز، به نظر میاد در همین دایره وسته حکومت ایران اختلافاتی که از مدت ها سالیان پیش آغاز شده رو به گسترش بیشتر داره. یکی از ارکان حکومت ایران خب طبعا آقای هاشمی رفسنجانی و مخلفات ایشون هست. من سخنان ایشون گفته مورد اعتراض قرار گرفته، نقل گفته های از آقای خمینی که باز مورد اعتراض، راویان دیگری از گفته های ضبط شده ایشون به میدان اومدن و گفتن چنین نیست و چنان نست. و بگذاریم از این که در قرن بیستم ایشون حرفاش زدن، آقای خمینی، و همه حرفا ضبط شده است. حالا وقتی امام به اصطلاح تازه ای که در تشیع پیدا شده چنین روایات متضادی ازش میشه، چطور میشه روایاتی رو که همین آقایون از امامان شیعه نقل کردن قابل اعتماد باشه؟ اون یک مسئله کارشناسان است. اما این اختلاف رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ سخنان امروز آقای زیبا کلام رو هم داریم. بله، نکته ای رو برش انگوش گذاشته، تفسیر شما رو میشنیم. حضورت رو عرض کنم راجب اختلاف که فرمودید در مورد نقل حوادث و روایات و احادیث که حالا فرمودید یه موقع دیگری انجام بشود، که بسیار هم درست هست. خاطرم هست یکی از همین آقایونی که من بهشون حالا میگم اصلاح طلبان صادراتی، درست در همون بهبوهه بحرانی که در سال 88 جنبش سبز به وجود آمد، آمد در یک تلویزیونی، شبکه تلویزیونی، و گفتش که مردم شعار میدادند هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، در حالی که درست برعکس بود و یادمون هست، نه غزه نه لبنان. فکر میکردم که وقتی کسی میتواند روایت و حادثه هفته پیش رو اینگونه تغییر بدهد، حالا وای به حال اون روایاتی که از امام صادق و غیره میکنه. حضورتون عرض کنم، ببینید جناب چالنگی، تردیدی که در این نداریم، همه هم میدونند که آقای رفسنجانی به هر حال هرچه که هست، ما بنده خودم شخصا رو عرض بکنم مخالف کل و تمامیت نظام هستم، اصلا تردیدی هم در این نیست، ولی در این که این شخص در این نظام به هر حال آدم سیاستمداری هست، آدم سیاسی است، تردیدی نیست. ضمناً تا زمانی که آقای خامنه‌ای بخواهد بر سر کار بیاید، ایشون همه کاره بود. حتی زمانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، ایشون ریاست مجلس رو در دست داشت و فرماندهی کل قوا هم آقای خامنه‌ای بهش واگذار کرده بود. به هر حال میدونیم که نقش بسیار برجسته‌ای داشت، شاید نفر دوم مملکت بود و بعد از آقای خمینی ایشون بود که تصمیم میگرفت. و ضمناً آمدن آقای خمینی به رهبری و نشوندنش بر کرسی رهبری هم بالاخره یکی از سیاست‌ها و تلاش‌های آقای رفسنجانی بود. از همون دوران شروع شد مقابله با آقای رفسنجانی، منتها این آرام آرام اندک اندک شخص آقای خامنه‌ای شروع کردند و اندک اندک ایشون رو، خاطرتون باشه، بحث بر سر این بود که یک نفری از معاونان آقای رفسنجانی پیشنهاد سه دوره کرده بود که قبول نکردن، گفتن نه آقای رفسنجانی رفیق قدیمی است. ولی حالا می‌بینیم آقای رفسنجانی به جایی رسیده است که مثلا یک آدم دست سوم و دست چهارم بسیج یا مثلا آدمی مثل آقای نقدی یک باره میاد مثلا خاطرات و روایات ایشون رو
به اصطلاح نقض میکنه و حتی دیگه حالا توهین‌آمیز هم باش رفتار میکنن، اون که البته ما یادمون نرفته. همه اینا رو وقتی که نگاه بکنی، عمیقا نگاه بکنی، میبینی که همون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای میخواهد. وقتی در نماز جمعه، اولین نماز جمعه بعد از انتخابات 88، آقای خامنه‌ای گفتند که بعد آقای رفسنجانی با آقای احمدی نژاد اختلاف دارد و از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، ولی من فکرم به فکر آقای احمدی نژاد نزدیکتر است، نظرم به نظر او نزدیکتر است. دیگه راه رو باز کرده بودن که به طور علنی حتی در اون خطبه نماز جمعه گفتن که حالا اگر بچه هاشون کاری کردن و فلان، خب رسیدگی بکنید، و کارت بلانش دادن به قول فرانسوی ها که با آقای رفسنجانی هم مبارزه بشود. یکی می شود از این دیدگاه نگاه کرد جناب چالنگی، که امثالی که مثلا امثال آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، کسانی که به قول معروف اصلاح طلب هستند، معتدل هستند، اعتدالگرا هستند، یا به قول اونوریا فتنه‌گر هستند. البته اختلافات واقعی است، هیچ تردیدی در این نیست، ولی نقشه بزرگتر در این هست به اعتقاد من که از همین گروه، از همین جناح، از همین جناحی که موسوم است به اصلاحات و اعتدالگرا و غیره، الان آمدن یه اپوزیسیون ساختن که خود آقای رفسنجانی هم در رأسش هست. آقای خاتمی رو میان ممنوع تصویر و ممنوع بیان میکنن، بعد بحث آقای موسوی و کروبی و حتی آقای روحانی هست، گویا که اینا اصلا در حکومت نبودن، حالا تازه مثلا پیداشون شده و حالا یک چهره در واقع اپوزیسیونی به اینا دارن میدن و دارن جایگزین تراشی هم میکنن که اگر فردا اتفاقی افتاد یک به اصطلاح جایگزینی هم داشته باشن. ضمن اینکه این اختلافات واقعی هست، در این حال میتواند یک نقشه بزرگتری را پشت سرش داشته باشه. فقط این را هم اضافه کنم که متاسفانه آقای خامنه‌ای واقعا قابلیت و صلاحیت اداره مملکت رو نداره. حداقل باید انقدر اصول رو رعایت بکنه که دیگه از فحاشی به هم دیگه و از به اصطلاح حتاکی نسبت به هم دیگه جلوگیری بکنن. معذرت میخوام طولانی شد. طبعا نمیکنم، من فقط دو نقطه کوتاه اشاره بکنم. یکی این که اشاره کردن به اپوزیسیون، برای کسایی که شاید تعداد کمی آشنایی نداره، یعنی یک نیروی تشکیلاتی که مخالف در صحنه سیاسی، این کلمه یعنی کسانی که مخالف حکومت بر سر کار هستن، حالا حزب یا هر شخص یا یکی اینه. یکی اشاره کردن آقای محمدی به اینکه کسانی که گفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، این شعار رو جعل کردن و آمدن گفتن که مردم، خیر اینو نگفتن، گفتن که هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، یعنی جعل کردن. خب آقای محسن کدیور بود از معممین، شاید آقای محمدی مایل نبودن اسم ببرن، ولی من اینجا وظیفه دارم بگم، آقای محسن کدیور باز هم از کارگزاران و حکومت پیشین و اکنون حکومت که در واشنگتن همچنان ضمن تأکید خودشون بر وفاداری به ولایت فقیه و حکومت مجموعه نظام، به هر حال در همون جهتی، در همون دایره وسیع حکومت ایران که گسترش پیدا کرده به خارج نیست هم رسیده، حضور داره و فعالیت میکنه. ایشون کسی بود که آمد و این شعار رو مردم رو جعل کرد. من اجازه دارم که بفهم. فقط یه جمله عرض کنم. بفهم. من نمیدونم چجوریه که جناب چالنگی دانشگاه های آمریکا رو شاید من نمیشناسم یا این افراد رو نمیشناسم، چجوری هستش که یه نفر از حوزه مذهبی قوم، حالا عمامه سرش و فلان، فوری میره اونجا میشه استاد دانشگاه، کرسی دانشگاه میگیره، نه یکی دوتا،
چندین نفر از این آدم ها هستن که اصلا سواد اونجوری من نمیدونم، شاید شما بهتر آشنا باشین، ولی این همیشه برای من سوال بوده که اینا چجوری راه پیدا میکنن، فوری نیومده استاد دانشگاه میشن اینجا، بابا پوست آدم باید کنده بشه تا نمیدونم به یه مقام معلمی یا نمیدونم دبیری برسه. در ترکیه وقت شما هست، ولی سوال از من شما پرسید آقای محمدی؟ همین میخواستم ببینم واقعا آمریکا چجوری آقای؟ اونجایی که من میدونم و گروهی از کسانی که این موضوعات رو تحقیق کردن، من بارها هم گفتم که حالا اون بحث دیگه است که در همین برنامه ها ما قرار هست این کار رو حتما خواهیم کرد، کسانی که به نام مردم ایران و برای در عرصه حقوق و بشر وجوهاتی دریافت کردن و به مصارف دیگه رسیدن، یک بس. اما پرسش شما تا اونجایی که اطلاع من هست و هرچنم میگم دقیق تا این حدش رو تحقیق کردم این هستش که ببینید دانشگاه های آمریکا اکثرا، یعنی بسیار تا درصد خیلی بیش از 90% دانشگاه های شخصی هستن، مگر برخی از دانشگاه هایی که دانشگاه های ایالتی که از کمک های دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برخوردن. دانشگاه های شخصی اینها دونیشن بسیارشون قبول می‌کنه، دونیشن یعنی پول هایی که داده میشه به دانشگاه ها یا حتی کتابخونه ای کسی داره شخصی اهدا میکنه، هدیه اسمش میذاریم یا هر چیزی. این هستش. جمهوری اسلامی بعد از اینکه بنیاد علوی پهلوی تبدیل شد به بنیاد علوی و قانونا نمیتونست پولها و درآمدهای مؤسسات مربوط به بنیاد علوی رو از آمریکا خارج کنه به خاطر تحریمایی که بود در پی گروگانگیری، این پولها رو بسیارش رو در خود آمریکا خرج کرد، بسیارش، یعنی کرسی هایی رو در دانشگاه های آمریکا خریداری کرد، زمینه هایی رو به وجود آورد. و لزوماً این نبود که کرسی فرض بفرمایید شناسایی علامه مثلا مجلسی یا از این صحبت ها، کرسی زیر عنوان های مختلف تاریخ ایران همه را هم، یعنی یک درسی رو در اونجا اصلا ایجاد کردن به عنوان واحد درسی و یا یک سری سخنرانی ها و سمینار هایی رو در حول و حوش این کرسی ها. این آقایون رو هم البته شرط و شروط یا به هر حال خود دانشگاه کسانی هم که تحویل گرفتن اینها رو عرض کنم خدمتتون میدونستن دارن از چه کسایی پول میگیرن، میدونستن که طرف کی هست، خواسته ها چی هست، همه اینا در طول یک چند قدم اون طرف تر آدم هایی رو فرستادن که آقا اینا مثلا محققن یا میان تحقیق میکنن، بسیاری بسیاری از اینها. آقای موسوی مثلا فرض کن سفیری که در عملیات تروریستی نامش به میان اومد، ایشون هم در یکی از دانشگاه های بلند مرتبه آمریکا مشغول شد. دانشگاه کلمبیا که یادتون هست که چه سر و صدایی شد در ارتباط با آقای احمدی نژاد در دانشگاه دیگه، این در واقع جناهای دیگری بودن که کرسی های خریده بودن در دانشگاه هایی که زیاد روی خوشی به آقای احمدی نژاد نشون ندادن موقعی که در آمریکا. و چون این هست که این افراد به عنوان پژوهشگر، به عنوان عرض کنم کسانی که از طرف دانشگاه دعوت میشن برای تدریس در ارتباط با پولهای بنیاد علوی، مثلا پولهای بنیاد پهلوی که سرمایه گذاری شده بود اون زمان در جهاتی که حالا بحثش مفصله که چه مصارفی داشت برای دانشجویان ایرانی اون موقع، از اونجا هاست که میاد، وگرنه جای تعجبی نیست که این آقایون در آمریکا خب پر از این آدم های مختلف کشورهای مختلف که از کنه فلان آقای کدیور یا آقای ایکس یا ایگرگ رو بیارن و درس بدن در جایی یا کار پژوهش بکنن. آقای محمدی خیلی توضیح مختصریش به عنوان مستوره قبول بفرمایید، کسانی هستن اطلاعات دقیق تری از من دارن حتما ممنون زمانی مطرح خواهیم. ممنون آقای شکوری گرامی
و استدام میکنم ضمناً بینندگان عزیز، کسانی که این برنامه رو میبینن و در این زمینه هر گونه اطلاعاتی دارن میتونن برای ما بفرستن نشونی که میبینید روی صفحه تلویزیون. آقای شکوری عزیز، برگردیم به سوال اصلی، اختلافات. آقای محمدی تو اندازه گفتن که این اختلافات در این حال این که واقعی میتونه باشه، در این حال جنبه ساختگی هم داره. شما چطور میبینید؟ جناب آقای چالنگی، بنده ابتدا با آقای هاشمی رفسنجانی بخوام اشاره کنم. نگاه کنید، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی و تمام اینهایی که ما اینها رو درون حکومت میدونیم و الان یک اپوزیسیون درون حکومتی یا اصلاح طلبان درون حکومتی و بعضی هاشون هم الله به قول جناب آقای محمدی صادراتی هستن، اینها یک وجه مشترک با یکدیگر دارن و اون وجه مشترک این است که تمام اینها هویت خود را جمهوری اسلامی میگیرن و کم و بیش هم در جنایت های جمهوری اسلامی هر کدام در یک برهه‌ای از زمان نقش داشتن. الان اگر این دعواها بخواهد به یک حد و مرز خاصی برسد، می شود فروپاشی نظام، یا حتی اگر بخواهد فروپاشی یک جناح به طور کامل باشد، می شود فروپاشی نظام، چون خیلی از مسائلی امروز دارد به جهات تاریخی افشا می شود که دست همین اصلاح طلبان در دهه 60 در اونجا دیده می شود. از جمله کنار گذاشتن مرحوم آیت الله منتظری، کودتای خرداد 60 علیه بنی صدر، حرکت هایی که علیه مرحوم آیت الله شریعت مداری شد که آقای کدیور در یک کتابی که در مورد مرحوم آیت الله شریعت مداری نوشتن تمام اینها رو با سند آوردن، خیلی کار جالبی بودش و مسائل دیگر. بس بنابراین ما نمیتوانیم بپذیریم که این درگیری ها به ماکسیموم برسد، واقعی اونجا جلوه کند. نه، اینها در یک جای ترمز دستی را خواهند کشید. همیشه طرح و برنامه اینها این است. منتها در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، آقای محمدی توضیحاتی دادن. بس این است که آقای هاشمی رفسنجانی آقای خامنه‌ای را بنابر قدرت با فریب و کلک آوردن و رهبر کردن، هم ایشون را مجتهد معرفی کردن در حالی که ایشون مجتهد مطلق نبودن، حتی برای اینکه ایشون رو مرجع تقلید هم معرفی کنن خیلی کوشش کردن. این در نامه های مرحوم آیت الله آذری قومی هست، در خاطرات آیت الله منتظری هم هست، جاهای دیگر هم هست. اما ایشون توجه به این نداشتن که خودشون و آقای خامنه‌ای هر دو دارن در قاعده قدرت حرکت میکنن، نه حقوق. و فرامین قدرت هم این است یک نفر باید در رأس باشد، در نتیجه مابقی باید حذف بشوند. بس از همون لحظه ای که آقای خامنه ای رو ایشون با دوز و کلک رهبر کردن، آقای خامنه ای در فکر حذف ایشون بود، نه از سال 88 یا 84. از همون موقع آقای خامنه ای در فکر حذف ایشون و حذف دیگران بود و اصولا هم ابتدا هم کسانی را حذف میکنن. قاعده قدرت، فرامین قدرت همین است که میدانن که اونها میتوانن تاثیرگذار باشن، همون گونه که آقای هاشمی رفسنجانی خودشون تاثیرگذار شدن و این آقا را رهبر کردن. همین به قول معروف حرکت معامله با ابو مسلم خراسانی انجام شد، همین معامله را استالین با اعضای مرکزی حزب کمونیست در اون زمان انجام دادن، ما بقیه هم به همین ترتیب. الان بس آقای هاشمی رفسنجانی حذف شدن و صحبتی هم که در دانشگاه امیر کبیر کردن اتفاقا دقیقا همین بود که ایشون خودش رو با امیر کبیر مقایسه کرد و آقای خامنه‌ای را با ناصرالدین شاه. مندا گرفتاری این هست که آقای هاشمی رفسنجانی درس نمیگیرد از تاریخ، همچنان دارد در قاعده قدرت حرکت میکند. همین چندی پیش آقای هاشمی رفسنجانی دوباره شروع کردن یک علامه تراشی بکنند. ایشون برگشته در اون مجلس سالگرد خانم آقای خمینی گفته که این سید حسن خمینی علامه است، که این آقا رو بیان بفرستن که بعد از آقای خامنه‌ای رهبر بشوند. حالا یک نفر نیست این آقا بگوید که حالا گیریم اون آقا رهبر شد، اون هم در فرامین و قدرت اول تو را حذف میکند، تو رو که سالم نمیذارد. مضافم بر این، خود اون آقای حسن خمینی یه خط تا کنون ننوشته، تعلیف ندارد، بعد اون چگونه علامه است؟ حالا گیریم هم اون علامه باشد، خود این هاشمی رفسنجانی بی سواد است، هیچکی به این نگفت آقا تو که بی سوادی چگونه تشخیص دادی که اون علامه است؟ این گرفتاری در درون این نظام یکی دوتا دهتا نیست جناب آقای چالنگی، همینطور این درگیری ها ادامه دارن. من اینجا باید بپرسم که وقتی شما میگید آقای رفسنجانی بی سواده،
یعنی چی؟ معیار شما برای سواد چیه؟ چون اون چیزی که مربوط به معممین و روحانیت و دروس حوزوی هست، خب به هر حال دروسی است، یعنی مثلا درس خارج هست، مکاسب هست، عرض کنم از همین دروس هست، به هر حال میدونن یه چیزایی رو میدونن. یعنی معیار شما برای اینکه با توجه به اون معیارها بگیم این بابا آقای رفسنجانی بی سواده، از چه نظر میگه؟ به هر حال ایشون بسیاری از مسائل مشکلات رو میتونن حل کنن، یعنی کسی برن پدوشون مسائل مؤمنین و مؤمنات. متاسفانه آقای هاشمی رفسنجانی هیچ موزلی را نمیتوانن حل کنن، ایشون فقط موزل میتراشن. همین آقایانی که میگویند ایشان باسواد است، ایشان تدبیر دارد، همین آقا همین چندی پیش توی خبرگان آقای خامنه ای با این اعضای خبرگان امام جمعه این آقا را بازی دادن. این آقا هنوز اینقدر نمیدانست که آقا حذف شده. وقتی حسین شریعت مداری میآید و می نویسد که هاشمی دیگر اسطوره نظام نیست، این را فریب خورده می داند، این حذف است، در حالی که نامه به این آقا نوشتم و خود این آقا گفت 40 چند نفر این اعضای خبرگان امضا کردن که آقا شما بیا بشو رئیس خبرگان، وضعیت خراب است. دقیقاً رأی‌گیری برعکسون شد، بازیش دادن. شما در مسئله چاوشسکو هم همین رو می‌بینید. این آقا رئیس جمهور بود، 48 ساعت را نتوانست اونجا تحلیل کنه. بس این آقا هیچ چیز نمی‌داند. از لحاظ سواد حوزوی هم نخیر، این آقا اونقدر با سوادم بارش فکر نمی‌کنم باشد. هیچ مشکلی هم ندارد. حالا بنده در ترکیه هستم آقای چالنگی، میخواید امتحان کنید آقای هاشمی رفسنجانی رو بیارید، بنده رو بیاورید، باب بی باشد، باب طهارت باشد، صوم، صلات، متاجر، هر چی باشد، بنده حاضرم با اون آقا مناظره کنم، بعد ببینیم که این آقا سوادش چقدر است. بله، حتی در همون حد هم میشه، در حد دروس حوزوی. اما یک نکته رو در مسیر همون بلد نیست، همون رام بلد نیست آقا، همون رام بلد نیست. یعنی فرق بین آب کور و اینا رو که دیگه بلده دیگه، ماجر بلد نیست آقا، اون بلد نیست، این آقا بلد نیست غسل ارتماسی و ترتیبی رو چی؟ هیچی رو بلد نیست. خب بل نظر شماست، اما من در تایید حرف شما یا نه در مسیر حرف شما، در کنار حرف شما، نقلی از آیت الله منتظری، ایشون در کتاب خاطراتشون اشاره میکنن با آقای رفسنجانی میزان پایین بودن دانش حتی امروز که هیچ، همون علوم حوزوی که اسمشو علم میذارن، من نمیدونم به چه معنی هست، چرا علم گذاشته میشه به معنی امروزش. برام ایشون اشاره میکنه، بسیار دردناک این نکته در تاریخ ایران بسیار دردناک هست که آقای رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگی و هر چی که بود به طور تلفنی جنگ ایران و عراق رو رهبری و هدایت میکرد. آقای منتظری میگن خود ایشون دیدن، آقای منتظری هم کسی نیست روانش شاد که حرف بی اساسی زده باشه، دلیل به این دلیل که به خاطر اعتقاداتش هر چی که بود قدرت برآمده از انقلاب رو در زیر سایه های خمینی بوسید و کنار گذاشت تا از عقاید خودش رو محفوظ بده. این حرفیست که آقای رفسنجانی زده. اما باز در همین مسیر صحبت شما بد نیست گوشه از اون چی که آقای محمد خاتمی گفته، اون دیوار و اون مرزی رو که آقای شکوری بهش اشاره کرد، من الان به یادم اومد به طور خیلی روشن آقای محمد خاتمی به اون اشاره کرد که تا کجا حاضرن در این دایره از مرکز قدرت دور بشن. میبینیم محمد خاتمی از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقر نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه. حالا منهای اعتقاد آقای محمدی عزیز،
دیدیم آقای خاتمی که میگه خیر چنین نیست و اون حد رو نشون میده. مثل این خاصیت کش هست که میکشید، ولی اگر راه بشه دوباره به مرکز برمیگرده ظاهرا چنین آقای خاتمی رفسنجانی در رفتار و کردار و اونچه که آقای شکوری و شما هم اشاره کردید. اما یک مسئله یا یک واقعیت دیگه هست، تمام سرنوشت ایران علاله در همین مسائل روشن میشه و به نظر میرسه که بعد از که همه خواهند رفت از این جهان، بعد از در گذشت آقای خامنه ای برعکس اون چی که آقای رفسنجانی اشاره کرده، در اون دوران آقای خمینی که رفت به هر حال صحنه قدرتمندتری بود و وحدت کلمه بیشتری بود، الان به نظر میرسه که کسی صاحب اکثریت قدرت نیست. در چشمانداز شما چه میبینید دوره بلافاصله پس از آقای خامنه ای رو؟ یعنی این مسیر داره به کجا میره آیه در ارتباط با سرنوشت ایران؟ البته جناب چلنگی، در مورد مسائلی که آقای شکوری گفتند بحث زیاد هست، که حالا گویا که اون یکی ها سواد دارن این یکی سواد نداره. نه، من بحثم این بود که به هر حال در میان اینها از همه سیاستمدارتر است. حالا اون یه بحثش جداست. اما اون مطلبی که مطرح می‌فرمایید به واقع پاسخش مشکله که بعد از آقای خامنه‌ای چه خواهد شد. یک خاصیتی روحانیون، که البته روحانیون بنده خادم بگه روحانی، چجوری بگه روحانی، همین آقایونی که از حوزه مذهبی در اومدن بیرون عمامه بر سر دارند و آخوند بودن در طول زمان، یه خاصیتی دارن که به موقع با همدیگه دست به دست هم میدن در یک مسئله، همهشون مثل همن، این حکومت را باید حفظ کرد. اما یک مسئله دیگر هست که میبینی بعد از آقای خامنه ای، به هر حال الان غلط یا درست میگویند آقای خامنه ای نایب امام زمان هست، رهبر معظم هست، هرچی ایشون میگه به هر حال قدرت هایی رو هم در دست داره. از روز اولی هم که آمد سعی کرد سپاه پاسداران، عوامل امنیتی، نهادهای امنیتی، همه اینا رو زیر قدرت خودش در بیاره، همچنین ارتش رو و مسائل دیگر رو بی اهمیت، و حتی الان در بی اهمیت هم دخالت میکنه، ولی اون حوزه های قدرت رو در دست داره. وقتی که بخواهد به عنوان مثال آقای خامنه ای، حالا چقدر عمرشون هست، بعد از آقای خامنه ای رو بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم یک فتنه بزرگی برخواهد خواست و چه بسا که سپاه پاسداران که الان هم تفنگ در دست داره، هم پول در دست داره، هم قدرت رو در دست داره، هم در تمام ادارات، نهادها، سازمانها نفوذ و قدرت داره و از طریق بسیج در مردم هم حتی نفوذ داره در مساجد و غیر و ذالک، چه بسا سپاه بیکار ننشیند. وقتی که چنین آشفتگی در خود فرض بکنید مجلس خبرگان، که حالا این خبرگانی که میگوییم که حالا اصلا واقعا خبره هستن یا نیستن، سوادی دارن ندارن، صلاحیت دارن ندارن، هر چه که هست بین اونها تفرقه هست، بین مجلس تفرقه هست، خود آقای خامنه ای هم یکی از عوامل ایجادش بوده، ولی به اعتقاد من یکی از این قدرت های نظامی که بیشتر سپاه باشه فکر میکنم حرکتی بکنه و قدرت رو در دست بگیره. و الا اینی که بگیم باز دوباره آقای خامنه، آقای رفسنجانی بتواند مثلا حسن خمینی رو بیاد جایگزین کنه، یا یه موقعی صحبت آقای شاهرودی بود و فلان، این رو من خیلی بعید میبینم که جامعه هم حتی آمادگی پذیرشش رو داشته باشه. اون در دوره بعد از آقای خمینی، در دوره بعد از جنگ، اون نفوذی که آقای رفسنجانی داشت با اون بازی که کرد و بازی واقعا سیاست مدارانه بود، توانستی همچی کاری بکنه. ولی الان آدمی نمونده که حتی به عنوان دکور بذارنش اونجا که
بتواند رهبری کنه. من پیش بینی این هستش که اوضاع بسیار آشفته‌ای خواهد بود بعد از آقای خامنه ای و چه بسا که نیروهای نظامی اون موقع تازه بتوانند دست به کار بشند و قدرت رو به دست بگیرند. من فقط یه توضیح بدم با وقت شما رو بگیرم. مازیار عزیز ببینید صحبت سواد شد، من باز خاطره به یادم اومد، بد نیست برای برخی بینندگان ما شاید تونستنش بی ضرر نباشه. صادق خلخالی سمبول آدم کشی، سمبول جنایت، سمبول اون چی که هست انقلاب با خودش آورد شد، که البته مثل صادق خلخالی یکی دوتا نبودن، موسوی تبریزی هست و بسیار دیگه، ربانی شیرازی بود و بس بسیار دیگه در جاهای مختلف، موسوی تبریزی که بعدها اصلاح طلب شد و از سینشاکان اصلاح طلب. آقای موسوی تبریزی، من مطالبی هم از ایشون خوندم که چه چیزهایی گفتم، مهم نیست، پرونده اگر هست دادگاهی باید به اونها رسیدگی کنه، وظیفه من و آقای محمدی و آقای شکوری نیست و مردم. اما آقای صادق خلخالی میگم سمبول همه اینها شده بود در اول انقلاب، زمانی که اعدام میکرد در عرض دو ثانیه کسانی را هم بعدن حالا همه به اشتباه بدون هیچ محاکمه، حتی سران جنگ آلمان نازی رو به مدت ها طولانی محاکمه کردن و بسیارشون موقع رایج بود اعدام نشدن، اعدام کردن آقای خلخالی. روزنامه بامداد، آقای محمدی بیادشون هست، برخی از بینندگان نیز مصاحبه میکرد با آقای صادق، قرار بود کمچین مصاحبه در منزل آقای علی حجتی کرمانی که من یک دوستی دیرینه با ایشون داشتم، روحانی شیعه، برادر محمد جواد حجتی کرمانی، روانش شاد باد، علی حجتی کرمانی، یک سمت بیشتر نگرفت، مشاور آقای مدنی در استانداری خوزستان و بعد کناره گرفت از قدرت، به هیچ وجه شریک قدرت جمهوری اسلامی نشد و من از زبان خود ایشون شنیدم برای حفظ دین و ایمانم شده، الان بسیار خطرناکتر شده حفظ دین و ایمان تا پیش از انقلاب، حرفی یک سال بعد از انقلاب از ایشون من شنیدم. یک روحانی مسلمان شیعه تأکید که حفظ دین و ایمان من الان به مراتب مشکل تر است تا پیش از انقلاب، چون قدرت آمده در وسط و بقیه مسئول. بامداد آقای باقر علی خانی همکار نازنین ما که هر جا که هست به سلامت با قرار شد مصاحبه ای انجام بدیم که اصل کار آقای علی خانی انجام میداد، من از آقای حجتی کرمانی خواستم، خواهش کردم که ترتیب این مصاحبه بده. آقای خلخالی دیگه دادگاه انقلاب نبود، با مواد مخدر بود، مسئول مواد مخدر آمده بود که دو وجهی که مطرح میکردن آقای کرمانی و این خلخالی. در اونجا من صحبتهای میگم اصل مصاحبه آقای علی خانی بود، هست در روزنامه بامداد اون زمان، کسایی که آرشیو دارم میتونم مراجعه. من حرفایی زدم بسیار طبعا ناخوشایند آقای خلخالی و براشفت و که نخیر شما فکر میکنین من ما بی سوادیم، من صادق خلخالی که من نامه های نهرو به دخترش رو کتابی بود ترجمه شده خوندم، اون وقت شما به ما میگید بی سواد. من خندم گرفت، گفتم که این به تنهایی که دلیل هیچی نمیشه، بس من نبود که به هم سواد داری یا نه، برام که به شوخی هم آقای حجتی گفت دست برداد به من، شما به شوخی که ایشونو که میشناسین الان اینجا حکم اعدامتون صادر میکنه، برام اینم باید میگفتیم. آقای مازیار عزیز، آقای خلخالی نامه های نهرو به دخترش رو نخست وزیر فقید هند رو خونده بود یا مدعی بود که خونده، اما وقت شما رو هم گرفتیم، وقت شما بود باید صحبت میکردید، ممنون آقای مازیار، ولی شما به ما بفرمایید که اساس این دعواها بر سر چی هست؟ لحاف ملا، پول نفت بچه هایی که در خیابون میخوابن و بر سر چی هست؟ ایدئولوژی هست؟ اون یکی میگه اسلام چنین است، این یکی میگه خیر چنین است، کدوم یکی هست؟
نگاه کنید آقای چالنگی، بحث درون حاکمیتی اینها، این بحثی که شما از سال 76 دیگه کاملا جرقش خورد، بحث اینها خیر بحث ایدئولوژی نیست، بحث سمخواهی از قدرت است که بخشی از قدرت رو بگیرن، بعد منافع اقتصادی و منافع دیگری هم مسلم اونجا خواهند داشت، بحث اصلیشون اینه. اما یک مورد دیگر هم که هست آقای چالنگ، نگاه کنید یک جورهای بازی هم از دست اینها در رفت، اینها تا یک زمانی خوب داشتن این بازی را ادامه میدادن، منتها اینقدر دیگه اینها به سر و کول یکدیگر پریدن، یک باری وضعیت به گونه ای شد که نسبت به یکدیگر هب و بغض پیدا کردن. الان یکم باید بگویم که میان اینها بحث روکم کنی هم دیگه وجود دارد، یکم کار به اینجا کشیده. اما بحث ایدئولوژی نیست، در زمینه ایدئولوژی امروز باید بگوییم بسیاری از اینها دیگر تابع ایدئولوژی نیستن، خودشون هم ایدئولوژی ندارن، یا اگر هم دارن چون در اون حکومتی هستن، در اصل قضیه به ایدئولوژی این نظام که همون ولایت فقیه هست، همین چارچوبه پایبندن، یا حداقل میگوین که پایبندن، چون اگر این نظام بخواهد به هم بریزد، حتی به صورت مثلا بگویم اصلاحات بخواد بیان، یعنی نام جمهوری اسلامی باشد، این ولایت فقیه نباشد، نظارت استصوابی نباشد، بسیاری از اینها اگر ما بخوایم به از جهت علم احتمال نگاه کنیم، دیگر جایگاهی نخواهند داشت در میان مردم، در موازنات سیاسی وزنی نخواهند بود، بنابراین اینها در کلیت قضیه همین جمهوری اسلامی را میخوان نگه دارن که در همینجا بازی کنند. بحث سمخایی در قدرت هست. از بسر این هست. اما آقای محمدی ببینید، این جنگ و جدال از این مسئولانی که هستن بر سر کار، مگر نه اینکه بابت مسئولیتاشون از مزایایی هم برخوردارن، دستی در خزانه و سفره مردم دارن به گستردگی. ایران داره با خشکسالی کم سابقه روبرو میشه، نشونه های بیابی در آستانه تابستان در ایران آغاز شده، سالها هم هست این هشدار رو داده، حتی سازمان ملل نیست، بیش از 20 کشور هست در جهان که با چنین مشکلی به زودی روبرو خواهند شد. بله، تا جایی رسیده وضعیت کشور در عرض 3-4 ماه گذشته باز به محیط زیست مربوط میشه، 4 پلنگ کمیاب ایرانی جان خودشون رو دست دادن، مردن. بله، خانم معصومه ابتکار چادر چاقچو کردن و رفتن نشستن در تلویزیون هی گزارش دادن که کافی نیست، ایشون از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، عمل تروریستی کردن، میلیاردها دلار ضرر به مردم ایران زدن و هم دستانشون، یکیشون نماینده مجلس شد، اسقرزاده اون شد، ایشون هم وزارت رو بهش دادن، معاون ریاست جمهوری رو. ولی ایران داره با خشکسالی روبرو میشه. خب ببینید جناب، چی کسی مسئوله؟ ببینید جناب چالنگی، تمام حکومت است که مسئول است. حالا نه اینکه بگیم از بین رفتن 4 پلنگ ایرانی، اونم نژادی که کمیاب هست اصلا نیست، مهم نباشد، نه اهمیت داره، اما نگاه بکنید که در کشور ما که به هر حال کشور پولداری است، کشور ثروتمندی است، ذخایر نفتی آنچنان داره، اخیرا یکی از مسئولین بلندپایه دولتی اعلام کردند که نه تنها ما با مشکل کمبود آب کشاورزی روبرو خواهیم شد، بلکه حتی ممکن، یعنی احتمال بسیار زیاد دارد که با کمبود آب خوراکی روبرو بشیم، آب نوشیدنی مردم، و این واقعا یک حدس و محاسبه درستی است. حالا چرا؟ به خاطر اینکه خود حکومت اصلا به فکر این داستانا نیست. همین اخیرا 2-3 روز پیش اعلام کردن که 1 میلیارد دلار دیگر میخوایم بدیم به سوریه. خب وقتی یک کشوری حاکمانش میآیند چندین صد میلیارد دلار خرج یک برنامه‌ای به اسم برنامه هسته‌ای میکنند که آخرش هم باید همه چیز رو رها کنن، بذارن کناران هم از جیب مردم، و بعد تمام پولهایی هم که مونده از اون، از درآمد فروش نفت باقی مونده، حالا غیر این که
خرج اینجور مسائل کردن، بمب و موشک و از این حرفا، کمک به گروه های تروریستی، کمک به گروه های مانند حزب الله و حماس. راست میگه زیبا کلام، آخه کی به ما مسئولیت داده که باید اسرائیل از بین ببریم و هزار جور. حالا اونا که هستی چی؟ بعد میبینیم دزدی ها هم یکی دوتا نیست. حالا همون آقایی که نظرش به نظر رهبر نزدیکتر بود یه موقعی میگفت آقا این قطعنامه ها پاره و کاغذ پاره و غیر و ذالک هست. خب حالا رسیدیم به جایی که میبینیم که تمام این همکاراش دزد از آب در اومدن، معاونش رو اگر درست بگوین به زندان انداختن و پولهای میلیاردی دارن میدزدن. و بعد آقای خامنه‌ای خیلی راحت در مورد اون 3 میلیارد دلار در واقع 3000 میلیارد تومان اون موقع که گفت سرپوش بذارید، حالا دیگه خود رهبرم آمده میگه آقای ماشینای 1 میلیارد و 1.5 میلیارد تومانی میان نمیدونم جولان میدن تو خیابان. خب نگاه میکنید ببینید جامعه واقعا 1% اندکش بسیار بسیار پولدار شده، بقیه همه فقیرن. ما کارتون خواب و غیر و ذالک نداشتیم، اقلا مردم آبنانش رو داشتن. این رو حتی دشمنان نظام گذشته، حتی خود این آقایون هم اصلا بدون تردید قبول دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا به فکر زندگی مردم نیستن. آخه اگر شما بخواهید مثلا آب، ذخیره آب رو بتوانید کنترل بکنید، سدسازی بکنید که اصلا انجام نشده و بعد کانال بزنید که به طور این آب تبخیر نشه، بعد چاهای مناسب رو بزنید، نه اینکه بیاین آب یه رودخونه رو از یه جای دیگه به یه منطقه دیگه منتقل بکنید بعد بگین یه کار کردیم. خب بدون برنامه ریزی هستن همش از 36 سال فقط شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر بریتانیا، این شده زندگی مردم. وقتی که چنین آدم هایی بر سر کار هستن، دزد، بی سواد و واقعا جفایی که به خود اسلام و حتی روحانیت کردند هیچگاه در طول تاریخ سابقه نداشته، بعد ببینیم مردم را هم آقای چلنگی آدم خجالت میکشه، به خدا جگرش کباب میشه که بگه تو این مملکت ما نداشتیم در طول تاریخ، فقط در یک حالا خیلی 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 اندک که زن ایرانی بره برای پول دنبال فلان کارا، اصلا نبوده، یا کارتون خواب و غیر و ذالک. همه اینا رو وقتی برمیگردی ببینی اینا بر سر قدرتی که پیدا کردن، بر سر قدرت به همدیگر رو تیکه پاره میکنن، مردم هم زیر دست و پا له شدن. برای همین هم هست که بعد و جناب شکوری هم میفرمودن که یک آدم درست حسابی در روحانیت و فلان غیره باقی نمونده که بخوان مثلا به جای آقای خامنه ای جا بزنن بعد از مرگ ایشون، ضمن اینکه مردم هم قبول نخواهند کرد. به هر حال هرچه که هست نتیجه بی ارزگی، بی لیاقتی و سوء نیت این رهبران است که فکر میکنن که باید مردم رو حتما گرسنه نگه داشت تا بتوانند بر آنها حکومت کنند. آقای شکوری صحبت بیابی شد آقای محمدی اشاره کردن به پیش از انقلاب، پیش از انقلاب خصوصیت مختلفی داشت، از جمله هنرمندان در مسیر هنر ایران در حرکت بودن، جایگاه خودشونو یافته بودن. اما آنچه که آقای شجریان بزرگ و بزرگوار گفته، کسی که در جریانات پیامدهای انتخابات آنچه رو که انتظار میرفت هنرمندی انجام بده به نحو احسن آمد و گفت، من صدای همین خس و خاشاک هستم، اهانت بزرگی که حکومت فقید از زبان احمدی نژاد به مردم جوانان کرد. آقای شجریان اخیرا سخنانی گفته غم برانگیز درباره وضعیت موسیقی ایران. چرا یک گوشه ای از اونجایی که به مردم مربوط میشه شاددلی وجود نداره؟ چرا؟ نگاه کنید آقای چالنگی، بنده اتفاقی مقاله‌ای نوشتم دیشب منتشر شد، احتمالاً امروز هم در گویا نیوز هم باید منتشر شده باشد و سایت های دیگه، به نام شجریان، زیبا کلام و میخائیل بولگاکوف. بنده در اونجا توضیح دادم این درد و دلی که آقای استاد شجریان کردن به عنوان خسرو آواز ایران
این نیست که مثلا ما بگوییم که آقای خامنه یا روحانیت حکومتی با موسیقی مخالفن، با هنر مخالفن. نه، این بحثش این نیست. اتفاقا خود آقای خامنه ای که تصمیم گیرنده هستن، حتی یه بارم در جمع هیئت دولت خاتمی گفته بودن که موسیقی با روح اسلام نمیخواند، این گونه نیست. حتی بنده خبر دارم که آقای خامنه ای حتی دستگاه های موسیقی را میشناسن، کجا شور هست، کجا بیات هست، چی هست، به هر حال علاقه هم دارن. منتها بحث چیز دیگری است آقای چالنگی. نگاه کنید، بحث همون هنر متعهد هست، همون ادبیات متعهد هست. بحث این است که استاد شجریان در اون مسیری که قدرت میخواهد گام بر نداشتن، یعنی رفتن به سمت همون ادبیات متعهد که حقوق مدار هست، به فکر حقوق ملت هست. خود استاد شجریان هم بارها گفتن که شما اگه میخواید تاریخ ایران رو مرور کنید، این 30 چند ساله رو، کافیه که به این آثار بنده رجوع کنید. اینها با اصل هنر و اینها زیاد براشون مهم نیست. بس این است ده. که بعضی اوقات از درون هنر چیزی بیرون میآید که از سیاست بیرون نمیآید. مثلا شما پیش از انقلاب را از سالهای 1320 اینها نگاه کنید، خیلی از سیاسیون ما هم اتفاقا به حوزه مثلا ادبیات و هنر پناه بردن، حرفهای خودشون رو اونجا گفتن. آقای خامنه ای هم که با اون دیدگاه ها آشنایی دارن میدوند قضیه چیست. به خاطر همین هست همیشه در حوزه ادبیات، در حوزه کتاب، در حوزه هنر ایشون مشکل داره، میترسد که اون هنر متعهد مثل شجریان بیرون بیاید. کما اینکه خود اینها هم اتفاقا خیلی جاها از موسیقی هم استفاده کردن در همین انقلاب. از زمانی که آقای خمینی اومد و خمینی امام را نواختن، یا برای سپاه 1000 تا سرود و شعر و موسیقی نواختن، یا حتی خود آثار استاد شجریان را هم اینها سوء استفاده کردن. اون ایرانی سرای امید مثلا یکیش. منتها اینها از این میترسن که استاد شجریان هر دفعه حرف دل ملت را در آثار خودش پیاده می کند، می گوید برادر تفنگت را زمین بگذار. آقای خامنه‌ای از این می ترسد. ترس و واهمه آقای خامنه‌ای از این قضیه هست. حالا آقای زیبا کلام هم یک نامه ای با آقای جنتی نوشتن و گفتن که دو تا کتاب بنده از اتفاقا یکیش تولد اسرائیل هست. تا الان مجوز ندارید، لطفا مجوز بدهید. اگر نمی دهید بگوید در افغانستان این را منتشر کنند. بنده در همین مقاله نوشتم اشاره کردم به استالین و بولگاکوف، چون بولگاکوف هم در روسیه همین مشکل را داشت. منتها در اونجا گارد سفید بولگاکوف که اول رمان بود، این را قسمت قسمت در نشریات می نوشت، خیلی علیه او جنجال شد. او از استالین خواست که بیاید نظر بدهد و استالین البته بعدن که این رو به نمایشنامه تبدیل کرد. استالین خودش رسن و میخونن بینندگان آقایی، سفارش ما میکنیم که بینندگان حتما برن سای وبسایت گویا مطلب آقای مازیار شکوه، چون اگر رو بگیر که دیگه نمیرن بخونن. خب اصلا نمیگوییم که برون بخونن. بله بس نمیگوییم که بروم بخونن. این تا اینجا دیگه شد پیش پرده. خب آقای محمدی عزیز، فقط یک دقیقه وقت داریم. این که سوزاندن اسناد و اوراق و برخی از اشیاء حتی گفته میشه، موزه رضا عباسی، موزه بسیار مهم رضا عباسی که اولین مدیر اونجا هم منتقد معروف و کارشناس هنر ایران آقای آیدین آقداشلو بود، بله، از بین بردن گوشه‌ای از اسناد رو در وبسایت ها منتشر کردن سوخته. پیش از اونم عرض کنم خدمتون باز غارتی کرده بودم، باز یاد این خلخاله من افتادم. یک بار دزدیدن اشیا رو همونجا دستن در کاران حکومت، همین خلخالی حتی آمد گفت بعده گفت ملک ایران بهتر محافظت میکردن تا ما از موزه رضا عباسی. هاتون هست آقای محمدی؟ بله قربون. ببینید جناب شکوری اشاره کردن که به طور کلی این حکومت با هنر، با ادبیات، با نویسندگان، با شعرا، با هر کسی که در اون حوزه فرهنگی کار بکند، مگر اینکه مدعی خودشون باشه، مخالفه. خیلی هم ساده است، به خاطر اینکه در طول تاریخ هم همین هنرمندان و شعرا و غیره بودند که توانستند در واقع اون ماهیت رژیم ها رو فاش بکنن. بله، یاد ناصر خسرو بزرگ، حکیم بزرگ ایران، شاعر و متفکر و فیلسوف ایران
گرامی که گفت از شازی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهنه اجدها شدم. متشکرم آقای ناصر محمدی عزیز، با سپاس از شما. سپاسگزار از شما. سپاسگزار هستیم. مازیار شکوری گرامی در ترکیه. بنده هم از شما تشکر میکنم، از بینندگان و جناب آقای محمدی. با سپاسی دوباره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان، آسماری کوهساران دنا دراک و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.